با شما هستیم در ادامه برنامه بخش سخن زن و امروز خانم صدیقه تمسکی و خانم حنیفه اکرمی مهمانان ما هستند که یکی از کسانی که در نمایشگاهی که برگزار شده در شهر کابل در اون نمایشگاه محصولات و فرآورده‌های خود به نمایش گذاشتن و تجارت پیشه هستند. خانم صدیقه سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام از ادب دارم خدمت شما، انشالله که موفق و سلامت باشید. بسیار خوش آمدین. قربان شما، سلامت باشین. بله، از هرات خوش آمدین. تشکر، زنده باشین. خوش آمدین. صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر. خوش هستم که هم سخن با شما زنده باشین. خیلی خوش آمدین. امرا جان، خانم صدیقه کار ابریشم میکنن. چه مدت است که کاروبار شروع کردین و خصوصا در خصوص کار با ابریشم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت تولیدات ابریشم 35 سال سابقه کاری دارم که از وقتی که دوران طفولیت بعد از ازدواج همیشه با شوهرم در قسمت ابریشم بافی، رنگمیزی، آهارکاری، طراحی اینا خود اینا همکار بودیم. کلا خانواده تن همگی بافنده بودن و ابریشم باف بودن. بعد از فوت شوهرم بود که به سال 1387 بود که من کار خود دوباره کار ابریشم بافی در ولایت هرات فعال کردم و تا به حالی هم کار ادامه داره. الحمدلله یک شاق خانم موفق هستم. خدا را هزار بار شکر. ما هم براتون آرزوی موفقیت داریم. چطور از کار ابریشم آیا رونق پیدا کرده یا رفته به طرف کاهشی؟ کار ابریشم رو به طرف کاهشی رفته. چون توجه دولت به پله و ابریشم نیه. ابریشمی که 2500 سال به روایت میگن 4500 سال در افغانستان سابقه کاری داره. ما 4000 دستگاه ابریشم بافی در ولایت هرات داشتیم، حالی 5 دستگاه ابریشم بافی دقیق نداریم. حتی همین موادی که میبافتن دستمالای میوه‌دی ارزان میبافتن، او هم از چین وارد افغانستان شد که اون کارگاه ما هم تعطیل شده. باور کنیم هنرمندا ما که هنر ابریشم بافی در ولایت هرات داشتن، امروز یا گری کش میکنن یا به کنار قبرستانی ها میرن قرآن میخونن. این دلیل ما از دولت سخت توجه خود در قسمت ابریشم باید به ما داشته باشه. بله. و خانم حنیفه ممل جان کار زیورات میکنن. زیورات و سنگایی که شما به نمایشگاه آوردین، دوباردش بگوین که چه نوع سنگا را شما کار میکنین در این زیورات؟ ما کوشش میکنیم که سنگای خود افغانستان رو کار ببریم. سنگای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان با زیورات نقره جور میکنیم و تیتانیوم، و اگه کسی فرمایشاتی داره به طلا هم جور میکنه. تقریبا 13 ساله که من به بخش زیورات کار میکنم و زیورات ما متاسفانه به افغانستان، چون از چین صادرات چین به افغانستان زیاد است، بیشتر به بازار خراب بله بیشتر به بازار عرضه میشه و خیلی کیفیت پایین و قیمت ارزان است. و جنسی که از کشور ما، تولیدات که از کشور ما هست، من از مردم خود خواهش مندم که همون تولیدات کشور خود ما استفاده کنم و دولت به ما همکاری کنه که ما صادرات داشته باشیم به خارج از کشور، ما هم بتونیم که فروشات داشته باشیم و تجارت داشته باشیم. و این یک مشکل ما، تجارت ما خانمایی است که توجه دولت بر ما کم است، مسئولین توجه کمتری به ما دارن. بله خانم صدیقه، بین از این صحبت بکنیم که آیا حکومت توجه نکرده و یا هم تا جای هم ما هم مقصر هستیم و از تولیدات داخلی خود خریداری خوبتر و بهتر نمی کنیم؟ چیزی گندما تر، چیزی اسیا کنده قانونه. و چیزی که ای آلی فکر کنیم، ما ابریشمی که من 3000 افغانی بود امروز رسیده به 20000 افغانی. 4 کیلو ابریشم به 20000 افغانی. شما فکر کنید که یک چادر که 70 گرم یا 80 گرم ابریشم بشه، هر کیلو 1000 افغانی رنگمیزی از اینه، هر کاری تقریبا 40 افغانی یا 50 افغانی، همین مشلر مشله پیچی از اینه، هر شال 250 افغانی مزد یک کارگر 70 گرم ابریشم میبره، به هر 4 کیلو ابریشم تقریبا نیم کیلو 750 گرم کاهش داره ابریشم. از این تقریبا من کیلو من 25000 افغانی، وقتی که یک چادر از دستگاه بیرون میایه، ما امروز به 1000 افغانی یا 800 افغانی یا 750 افغانی میده، ما منفعتی از اون نمیبریم. فقط همین هستیم کالی به نام خوب گیر کردیم که خانم تماسکی ابریشم کاری به زی واسه اون نگاه دیشیم، وگرنه باید ما وقت
سقوط میرفتیم. بازم گفتیم کار کم است که بود نیه و خنجک کم است تود نیه. ما هم کمتر از برادرانی. این ضرب المثل‌های حراتی است. ضرب المثل‌های حراتی است. به همین واسطه مقاومت کردیم و سرپا خود ایستادگی کردیم که بتونیم موفق باشیم. ولی دو جانبه ای. ولی اگر مردم ما امروز ما را حمایت کنه، از صنایع دستی افغانستان خریداری کنه، حتی به خانه ها خو، به دکان ها خو، برای تحفه ها و هدایا خور که به خارجی ها میدن، به مهمان های عزیزی که از ولایت میه، به بیراد میه، ما ارتقاضا میکنیم از ولایت که در این قسمت همکاریشه. ما نمیگیم بیام از خانم برادر خرید کنه، ولی جنس خود افغانستان خرید کنم برای مردم تحفه و هدیه. ابریشم افغانستان واقعا کیفیت بسیار خوب داره. آخه 4500 سال میگم ابریشم به افغانستان سابقه تاریخی داره. حتی وقتی که تخم عزیر به داخل آساچوبا رد بدن میکردم، از چین وارد افغانستان میکردن، امروز او صنعت ارسال کنه که به زمین خورده، اصلا کسی یادی از ابریشم نمیکنه. حتی پیشنهاد به خود رئیس صاحب جمهور بدادم، به گل جان قنی بدادم دیگه، برای اتاقهای تجارت، برای آقای علیزی، علیزیان نورزیان به زینا بدادم که در این قسمت ابریشم یک توجه خاصی داشته باشن که پس دوباره ابریشم در ولایت تهران زنده شه. اگر نه که در ولایت تهران بیترین خانم ها ابریشم کار میکنن، عسل کار میکنن، زعفران کار میکنن، زیورات کار میکنن که همه شاهد نمایشگاه شما تشریف آورده بودیم و نمایشگاه دیدن کردیم که همه حضور داشتن. بله، بین از نمایشگاه روستایی است. از این نمایشگاه بله. میشه بیشتر صحبت بکنیم که بله. چطور بود در چند روزی که سپری شد؟ نمایشگاه چند روز خیلی خوب بود و خیلی مراجعین زیادی داشت و همیشه نمایشگاهی که صنایع انکشاف داد صنایع روستایی میکنن نمایشگاهی خیلی با کیفیتی است بله. و مراجعین زیادی داره و تبلیغات خوبی داره. این میتونه که کمک بکنه؟ بله، این به رشد تجارت خانم ها خیلی کمک میکنه و خدا کنه که این نمایشگاه همیشه ادامه داشته باشه و چون نزدیک کمپاین ها هست، نمایشگاه زیاد است، پر رنگ دیده میشه و بعد از او خدا کنه که همونطور پر رنگ باشه. بعد از همین کمپاین ها همونطور باشه. بعد از کمپاین ها همونطور باشه. و همین شهر ما چراغان شده. ما میگم که کاش که پس از همین جشن استقلال و همین کمپاین ها همونطور چراغان بانه. و چقدر بر یافتن بازار بر شما این نمایشگاه کمک میکنه؟ بازارهای داخلی و خارجی؟ تقریبا 50% برای ما کمک میکنه چون که کسانی که میآیند به نمایشگاه میبینند که افغانستان چی تولیدات داره، متوجه تولیدات افغانستان مردم نیستند. تا وقتی که از طریق تلویزیون ها میبینند یا اینه که خود اینا مراجعه میکنند میبینند که همون چیزهایی که نیاز داشتن از خارج تهیه میکردن خیلی به قیمت بهتر میتونن که از افغانستان تهیه کنن و هم برای اقتصاد کشور ما خوبه که پول افغانستان از افغانستان بیرون نمیشه و هم برای کسایی که تجارت میکنن برای اونا مفیده. خیلی خوب است که میتونن که اجناس خوب به داخل کشور به فروش برسن. بله، بانو صدیقه بین از هم صحبت بکنین که در نمایشگاه بیرون مرزی هم شما شرکت کردین، مثلا در دبی برگزار شده بود، در هند و کشورهای مختلف که برگزار میشه. بله، از به نمایشگاه هند مشارکت کردم، بازم از طرف همین برنامه ملی اقتصاد روستایی بود که ما دعوت کردن. واقعا زحمت از این قابل قدر ما بزنج شرکت کردیم، خیلی هم فروشات ما فوق العاده بود. حتی به یک نمایشگاهی گرفتم که اجناس ما به کلی فروخته شده بود از لاشپت نگر، پس اجناس خریدم و به همون نمایشگاه به خودنا به فروش رساندم. کردم تا به حال و همیشه به نمایشگاه خارجی شرکت میکنم. به ایران نمایشگاه بین المللی بود شرکت کردم، به پاکستان شرکت کردم، دو سه مرتبه به هند شرکت کردم. و امروز در مورد خانمایی که با شما کار میکنن بر ما بگوین. قطعا که شما یک مجموعه هستین. بله. اون کار میکنه. ما تعداد 275 شاگرد را آموزش دادم در همین قسمت ابریشم بفیخو و با 52 نفر فعلا همکاری. 52 نفر از خانمای بی سرپرست در قسمت خیاطی، در قسمت گرافیتی و خامک، در قسمت ابریشم بافی، در قسمت گلیم بافی و درست کردن خیاطی که درست کردن پوشای دراز نلینچه، پرده های پوپکدار، رومیزی، زلیوانی، زرپشقبی، اینا رو همه رو آماده میکنیم. و رنگ هایی که در ابریشم و به خاطر رنگ آمیزی ابریشم استفاده میشه اکثرا رنگ های طبیعی میباشه؟
بله، چند سال میشه که ما ابریشم و جوار کار میکردیم و آلی به کنار جوار رنگ طبیعی از برگ سیب، برگ تاک انگور، نعنا، گل گلاب، خولی تریاک، ازی و گل خدمی، رودنگ، دیگه زلیر، از اینها رنگ میزی میکنه. خیلی هم عالیه. بله، یک دقیقه وقت داریم، کم 30 ثانیه میگن وقت هست. در 30 ثانیه گفتنیتان چه خواهد بود با نگرمی؟ گفتنیم اولی که تشکر میکنم از همکاری شما و دوستایی که به نمایشگاه ما رو دعوت کردن و گفتنیم این است که توجه مردم خود افغانستان و دولت ما بیشتر به صنایع دستی تجارت خانوما باشه، چون یک خانم وقت شروع به کار کردم تنها بودم و 1200 خانم ما فارغ دادم که از پیش ما کار میکنم. بسیار تشکر. و دوست دارم که زیادتر همکاری داشته باشن که زیادتر خانوما شاغل و مشغول کار بشن. وقفه، پس از وقفه در بخش سرخط برمیگردیم. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.